در حوالی ساعت ده شب 28 اردی به هشت سال 1397 تماسی با ادارگی آگاهی گرفته میشه و موضوع عجیبی رو گزارش میکنه. شخصی که پشت تلفن قرار داره به شدت مضطربه و نمیتونه به درستی صحبت کنه با کلی استرس میگه من داشتم از سر کار به خونه برمیگشتم که متوجه شدم همسایه های من دارن یه چیزی رو که لای پتو گذاشتن به ماشینشون منتقل میکنن با دیدن من ترسیدن و دوباره وارد خونهشون شدن منم بهشون مشکوک شدم و تصمیم گرفتم بفهمم که دارن چی کار میکنن به همین خاطر از پنجره اتاقم دیدشون می زدم و بعد از اینکه سوار ماشینشون شدن سریع تعقیبشون کردم الان که دارم با شما صحبت میکنم طرفای پردیس هستم و اونا جلوتر از من توقف کردن انگار دارن چیزی رو سر نیست میکنن حالا هم با شما تماس گرفتم که سریعا به اینجا بیاین و جلوشون رو بگیرین گزارش این فرد ثبت میشه و تیم تحقیقات به محل مورد نظر عازم میشن بعد از اینکه پلیس آگاهی به منطقه مورد نظر میرسه با صحنه عجیبی مواجه میشه اونجا فقط یه خودرو پارک شده که چراغهای داخلش روشنه و وقتی بهش نزدیک میشن میبینن که شیشه های این ماشین شکسته پلیس اعلام آماده باش میکنه و سپس به ماشین نزدیک میشه که داخل ماشین رو چک کنه با بررسی ماشین متوجه صحنه دلخراشی میشن مرد جوونی در حالی که سرش خونریزی کرده روی صندلی ماشین افتاده و چشمای اون بسته است ماموران اداره آگاهی علایم حیاتی این شخص رو چک میکنن و متوجه میشن که خوشبختانه هنوز زنده است تماسی با اورژانس گرفته میشه و نیروهای امدادی سریعا به محل میان و این آقا رو به بیمارستان منتقل میکنن خوشبختانه این فرد وضعیت وخیمی نداره و بعد از مداواهای اولیه به هوش میاد با توجه به اینکه حال عمومی مساعدی داره پلیس آگاهی پرسجو و رو از این آقا آغاز میکنه تا بفهمه که اصل قضیه چیه این مرد شروع به صحبت میکنه و میگه متاسفانه من همون شخصی هستم که با شما تماس گرفت و بهتون گزارش این مسئله رو داد اون روز من داشتم از سر کار به خونه برمیگشتم و هوا تاریک شده بود زیاد با مردم این محله گرم نگرفته بودم و اونا رو نمیشناختم داشتم از جلوی یکی از ساختمون ها رد می شدم که متوجه چیز عجیبی شدم سه تا پسر جوان که از اون ساختمون بیرون اومدن چیزی رو لای پتو پیچیده بودن و میخواستن خواستن اونو سوار ماشین کنن با دیدنش جا خوردم احساس کردم که دارن فردی رو جابجا جا, جا میکنن برای اینکه متوجه قضیه بشم تصمیم گرفتم بایستم با دیدن من انگار ترسیدن چون سریعا کارشون رو متوقف کردن و به خونهشون برگشتن منتظر بودن که من برم تا کارشون را انجام بدن برای اینکه بهشون اطمینان خاطر بدم به خونم رفتم اما به صورت پنهونی از پنجره نگاهشون میکردم بعد از اینکه مطمئن شدن کوچه خلوته و کسی اونجا نیست همون چیزی که لای پتو پیچیده بودن رو سوار ماشین کردن و راه افتادن من خودم ماشین نداشتم و برای اینکه بتونم تعقیبشون کنم ماشین باجناقم رو که طبقه پایین من می نشست ازش قرض کردم و دنبالشون راه افتادم چون سرعتم خیلی بالا بود تونستم اونا رو سر یه چهارراه گیر بیارم و تعقیبشون کنم طوری که متوجه حضور من نشن دنبالشون میکردم و میخواستم از کارشون سر در بیارم در نهایت اونا یه گوشه نگه داشتن و من هم با دیدنشون ایستادم احساس می کردم که دارن اون جنازه رو سر به نیست می به همین خاطر با شما تماس گرفتم تا سریعا به اون محل بیاین و دستگیرشون کنین اما در یک لحظه متوجه شدم که اونا به صورت کامل قیب شدن و خبری ازشون نیست با دیدن این صحنه ترس برم داشت نمیدونستم باید چی کار کنم قبل هر اقدامی از طرف من یهو در ماشین باز شد و سه نفری به سمت من هجوم آوردن اونا فهمیده بودن که من تعقیبشون کردم و به همین خاطر قصد داشتن من رو هم بکشن در تلاش بودم که مقاومت کنم و جلوشون وایسم ولی نمیتونستم اونا سه نفر بودن و من حریفشون نمیشدم اونا اونقدر به سرم ضربه زدن و کتکم زدن که بیهوش شدم و اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد در جریان نیستم که چی شده و اونا به کجا رفتن چون از حال رفتم و الان که کنار شما هستم به هوش اومدم معمورین اظهارات این آقا رو یادداشت میکنن و هنوز هم مشخص نیست چه اتفاقی افتاده پلیس هیچ دسترسی به این افراد نداره از طرفی این مرد هم از اونا شکایت میکنه و پرونده به جریان میافته پلیس در به در دنبال شناسایی و به دست آوردن اطلاعات هویتی این سه نفره بلکه بتونه نشونه ای از اونا پیدا بکنه و متوجه بشه که اصلا چی کاره هستن چند ساعت از این قضایا میگذره که دو تا دختر جوون وارد اداره آگاهی میشن و گزارش گم شدن دوستشون رو میدن این دوتا دختر خیلی نگران هستن و با همین نگرانی شروع به صحبت میکنن یکی از اونا میگه که هیچ کدوم از ما اهل اینجا نیستیم و هر کدوم من از یه شهریم چون دانشجو بودیم با همدیگه هماهنگ کردیم و یه خونه گرفتیم ستایی توی همین خونه زندگی میکردیم و با همدیگه رفیق بودیم خانواده سهیلا خیلی آدم های مذهبی بودند و میگفت به سختی بهش اجازه دادن به اینجا بیاد و درس بخونه با این حال دختر خیلی خوبی بود و ما میدونستیم که اهل حاشیه ساختن و این چیزا نیست ولی متاسفانه الان بیشتر از 24 ساعتی که به خونه برنگشته و ما نمیدونیم که کجاست اون یکی دختر در ادامه صحبت های این خانم میگه که چون خانواده خشک و مذهبی داره ما ترسیدیم که گم شدنش رو به اونا اطلاع بدیم چون با شناختی که ازشون داریم مطمئن بودیم آبروریزی راه میندازن و اوضاع بدتر میشه به اونا هیچی نگفتیم در نهایت بعد از کلی این پا اون پا کردن تصمیم گرفتیم که به اداره پلیس بیایم و موضوع رو با شما در میون بذاریم تا شاید بتونین کاری کنین و این دختر رو پیدا کنین تمامی گفته های این دو نفر به صورت کامل یادداشت میشه و مشخصات اون دختر هم در اختیار پلیس قرار میگیره تا راحت تر بتونن تحقیقات خودشون رو شروع کنن پلیس آگاهی این دو پرونده رو به صورت همزمان جلو میبره برای اینکه بتونن اطلاعاتی راجع به اون سه تا پسر پیدا کنن راهی محل زندگی این شخص میشن و تحقیقات میدانی خودشون رو آغاز میکنن از اهالی محله و همسایه ها پرسجو میکنن تا اطلاعاتی راجع به این اشخاص به دست بیارن اینطور که مشخصه این سه نفر از اهالی این منطقه نبودن و اون خونه رو به صورت موقت برای چند روز اجاره کردند. هیچ کسی اونا رو نمیشناسه و اطلاعات خاصی هم از اونا در دسترس نیست خوشبختانه ساختمون موردنظر به دوربین مداربسته مجهز بوده و مامورین متوجه شده بودند که این افراد در طبقه اول این خونه سکونت داشته تمامی فیلم ها و تصاویر ضبط شده چک میشه و اطلاعات مهمی به دست میاد در حین رفت آمدها چهره این سه نفر مشخص میشه و پلیس میتونه برای پیدا کردن اونا وارد عمل بشه ولی موضوع وقتی تعجب برانگیزتر میشه که ما بین این رفت آمدها دختری هم حضور داشته که چهره اون خیلی برای پلیس آشنا بوده پلیس آگاهی بررسی هایی رو راجع به این دختر انجام میده و استعلام میگیره تا اطلاعات این دختر رو به دست بیاره بعد از بررسی های مختلف متوجه میشن که این دختر همون دختریه که دوستانش گزارش مفقود شدنش رو به اداری آگاهی دادن پلیس با به دست آوردن این نتیجه متوجه میشه که این دو پرونده یه جورایی به همدیگه ربط دارن و هر کدوم کلید حل اون یکی هستش مامورین همچنان سردرگم هستند و نمیدونن باید چی کار کنن که بالاخره بازرس پرونده دستور تحقیقات تخصصی رو صادر میکنه و استلام های مورد نظر از اماکن مربوطه گرفته میشه اطلاعات هویتی هر سه نفر و محل سکونت اونا به دست میاد و بررسی های دقیقی انجام میشه عملیات های ویژه برای دستگیری این افراد انجام میشه که خوشبختانه جواب میده و دو نفر از این سه نفر بازداشت میشن اما متاسفانه نفر سوم در محل مورد نظر نیست و معلوم نیست کجا رفته در همین حین پلیس موضوع ناپدید شدن سهیلا رو به خانوادهش اطلاع میده و بهشون میگه که گویا دخترشون گم شده و ازشون میخواد که برای کمک به بهتر شدن روند تحقیقات به اداره آگاهی بیان و با اونا همکاری کنن بازجوی ها از این دو نفر که دستگیر شدن آغاز میشه و پلیس در تلاشه که اونا رو وادار کنه تا به همه چیز اعتراف کنن اما این دو نفر در بازجوی های اولیه منکر همه چیز میشن و اعلام میکنن که از چیزی خبر ندارن. اونا میگن که هیچ دخالتی در این ماجرا نداشتند و اصلا نمیدونن که مامورین دارن راجع به چی صحبت میکنن با توجه به این مسائل پلیس میفهمه که با دو تا آدم زرنگ روبروه و به این سادگی ها نمیتونه از اونا اعتراف بگیره مامورا تمام تلاش خودشون رو میکنن که بتونن اطلاعاتی از این دو نفر به دست بیارن ولی باز هم تلاش هاشون میمونه و تمامی شواهد و مدارک رو به این افراد نشون میدن و میگن که شما در این ماجرا دخالت داشتین اما باز هم اونا منکر همه چی میشن و میگن از چیزی اطلاع ندارن این افراد به احتمال زیاد در آدم ربایی دست داشتن و از طرف دیگه هم اون مرد رو مورد ضرب و شتم قرار دادن این پرونده سنگینی خواهند داشت حالا که از طریق این دو نفر نمیشه اطلاعاتی به دست آورد بازرس پرونده تصمیم میگیره که شخص املاکی رو پیدا کنه که خونه رو به این افراد اجاره داده و طی بازرسی های انجام شده اونا پیدا میکنن مأمورین از این شخص میخوان که بداری آگاهی مراجعه کنه و اون هم با سرعت همراهشون میاد بازرس پرونده این شخص رو در مقابل اون دو نفر قرار میده و از اون راجع به این افراد سوال میپرسه شخص املاکی شروع به صحبت میکنه و میگه که بله من خونه رو به این سه نفر اجاره دادم ولی الان یک نفر از اونها اینجا نیست و من نمیبینمش حقیقتا من هیچ وقت خونه به مجرد اجاره نمیدادم چون اهالی محله و همسایه ها علاقه ای به این کار نداشتن اون روز که این سه نفر به بنگاه من مراجعه کردن و ازم خونه خواستن جوابشون کردم ولی بعدش وقتی بهم هم گفتن که هر چقدر بخوام بهم به پول میدن قبول کردم اون خونه مدت ها بود که به اجاره نمی رفت و خالی از سکنه بود همون شخصی که الان اینجا نیست به هم گفت که اون خونه رو به صورت موقت و فقط برای چند روز میخواد و بعدش میره. همون اول کاری هم با هم تصویه کردن و کلید رو ازم تحویل گرفتن بعد از اینکه خونه رو بهشون اجاره دادم چند باری همسایه ها شکایت کردن ازم گلایه کردن که چرا خونه رو به این جوونا اجاره دادم منم بهشون میگفتم که چاره ای نیست و باید صبر کنیم که این چند روز بگذره باید منتظر میموندم که مهلتشون تموم شه ولی اتفاقا اونا خودشون زودتر از وعده ای که باید خونه رو خالی میکردن خالی کردن و همون شخصی که الان اینجا نیست به بنگاه من اومد و کلید رو بهم به داد اتفاقا یه کمی با هم شوخی کردیم و خندیدیم می گفت یه قرار کاری فوری براش پیش اومده و مجبور خونه رو تحویل بده چون باید به خارج از کشور بره خونه رو کاملا تخلیه کردن و کلید رو هم به هم دادن و رفتن من خیلی خوشحال بودم که اونا زودتر از وعده مقرر خونه رو خالی کردن و باعث شدن که به درد سر نیفتم موضوع اینجا خیلی جالب تر میشه پلیس قبل از هر اقدامی خروج این افراد رو به خارج از کشور ممنوع کرده و اونا به هیچ وجه نمیتونستن به صورت قانونی از کشور خارج بشن برای همین پلیس به این شخص شک میکنه و احتمال میده که اون قصد خروج غیرقانونی از کشور رو داشته باشه تحقیقات و بررسی ها شروع میشه و بعد از کلی تحقیق مامورا موفق میشن رد این شخص رو توی شمال غرب کشور بزنند خوشبختانه مامورای آگاهی منطقه بازرگان استعلام های مورد نیاز رو میگیرن و عملیات ویژه‌ای رو برای دستگیری این فرد انجام میدن پلیس موفق میشه این شخص رو نزدیک مرز در حالی که قصد خروج از کشور رو داره به صورت قافل دستگیر کنه بعد از بازداشت شدن این شخص اونو به اداره آگاهی مربوطه منتقل میکنند تا تحت بازجویی ویژه قرار بگیره این شخص سریعا روبروی روی بازرس پرونده قرار میگیره و بازجوی های تخصصی از این شخص آغاز میشه تمامی شواهد و مدارک به دست اومده رو به این پسر نشون میدن و اون متوجه میشه که آخر خطه این فرد در حالی که استرس داره و از طرفی هم ناراحته قفل سکوت رو میشکنه و به حرف میاد اون اظهارات جنجالی خودش رو اینطور آغاز میکنه و میگه من آدم دختربازی هستم از بچه که اینطور بار اومدم پدر و مادر من وقتی 13-14 سالم بود از هم طلاق گرفتن و من با پدرم زندگی میکردم بابام آدم درست حسابی نبود و معمولا دنبال یلدی تللی بود من هم کنار اون بزرگ شدم و خلق و خوی اون به من منتقل شد آدم رفیق بازی هم بودم و تموم زندگیم به عشق و حال میگذشت با دخترهای زیادی در ارتباط بودم و به هیچی اهمیت نمیدادم یه روز که به کافه رفته بودم چشمم به سهیلا افتاد دختر خیلی خوشگلی بود و تو همون نگاه اول دلم رو برد دلم میخواست هر طور شده باهاش وارد رابطه بشم و همین باعث شد که به سراغش برم اونم تنهایی به کافه اومده بود و وقتی رو به روش نشستم مقداری معذب شد سعی کردم با چرب زبونی و زبون دلش رو به دست بیارم و کلی از خودم و خودش تعریف کردم دختری نبود که بشه به راحتی باهاش وارد رابطه شد و همین ویژگیش باعث می شد که من تشنه تر بشم به هر بدبختی که بود تونستم بالاخره رازیش کنم و باهاش هم صحبت کردم شمارش رو گرفتم و توی چند روزی که باهاش در ارتباط بودم تونستم دلش رو به دست بیارم رازیش کردم من آدم یه رابطه یه پایدار نبودم و بعد یه بار خوابیدن باهاش به سراغ آدم بعدی میرفتم ولی خب اون به هیچ وجه از این چیزا خوشش نمی اومد برخلاف من اون از این دخترهای ازدواجی بود و مدام راجع به عروسی و صحبت میکرد بعد جوری توی کفش بودم و برای اینکه بتونم باهاش حال کنم هر کاری میکردم خیلی براش خرج کردم و هر جایی که فکرش رو کنین رو توی این شهر بردم و گردوندمش ولی بازم هیچ تأثیری نداشت این دختر هیچ جوره با من راه نمیومد و تموم فکر و خیالم این بود که کی میتونم باهاش بخوابم و ازش لذت ببرم وقتی دیدم این راهکارها جواب نمیده تصمیم گرفتم از در دیگه ای وارد بشم با خودم گفتم که بهترین کار اینه که منم از ازدواج و آینده صحبت بکنم یه جورایی میخواستم کاری کنم که احساس کنه واقعا قسم جدیه از یه جایی به بعد من هم مدام راجع به آینده صحبت میکردم مدام بهش میگفتم که خیلی دوستش دارم و برای ازدواج میخوامش با شنیدن این حرفها از زبون من خیلی ذوق میکرد میدونستم که دارم راه رو درست میرم اون کاملا به هم اعتماد کرده بود خیلی دوستم داشت میگفت که قبل از من با هیچ پسری توی رابطه نبوده و هیچ وقت نزدیکی نکرده این حرفاش اونو برام شیرین تر میکرد و من میفهمیدم که با یه دختر دست نخورده طرفم من در تلاش بودم که اونو آماده کنم تا به خونم بیاد و باهاش حال کنم که یه شب اتفاق عجیبی افتاد من و همین دو تا دوستم بعضی شب دور هم جمع میشدیم و با هم خوش میگذروندیم یه شب که پیش این بودم و همزمان داشتم با دوست دخترم چت می کردم یکیشون متوجه شد و مچم رو گرفت من تا اون روز بهشون نگفته بودم که توی رابطم اون شب دوستم کلی با هم شوخی کرد و مدام ازم پرسید که این دختر کیه اون اوایل چیزی راجع به سهیلا بهشون نگفتم اما یه مدت که گذشت متوجه شدم که رفیقم همچنان پیگیره مدام سراغ دوست دخترم رو ازم میگرفت و اون یکی رو هم با خودش همراه کرده بود یه روز که پیش هم دیگه بودیم عکس سهیلا رو بهشون نشون دادم و گفتم که فقط برای یه بار خوابیدن باهاشم و اصلا قصد جدی باهاش ندارم اون دو نفر هم با شنیدن این حرف من به هوس افتادن و پیشنهاد عجیبی به هم دادن گفتن تو میگی برای یه باره بذار ما هم همراهت باشیم و توی این کار یه سودی هم به ما برسه من نمیخواستم این اتفاق بیفته دلم میخواست فقط خودم از اون دختر لذت ببرم ولی از یه جایی به بعد همه چی تغییر کرد رابطه یه فانتزی و قشنگی میشد و به سرم زد که عملیش کنم بنابراین به دوستام گفتم که آماده باشن چون هر لحظه ممکنه موقعیتمون جور بشه و این کارو انجام بدیم چند باری با سهیلا صحبت کرده بودم ازش خواسته بودم که به خونمون بیاد اما اون قبول نکرده بود حالا تموم فکر و ذکرم این شده بود که چه جوری رازیش کنم تا بهم هم اعتماد بکنه و به خونمون بیاد بعد از کلی همفکری با بچه ها تصمیم گرفتم بهش دروغ بگم باهاش تماس گرفتم و گفتم که میخوام اونو با مامانم آشنا کنم خیلی خوشحال شد وقتی اینو شنید به هم گفت مشکلی نداره بند خدا فکر میکرد راست میگم و قرار بعدش به خاستگاریش برم همراه بچه ها دنبال یه خونه میگشتیم که اجاره کنیم و بتونیم یه شب خاطره انگیز با سهیلا بسازیم متاسفانه خیلی کم پیش می اومد که به مجرد خونه بدن و برای اینکه این, این املاکی رو راضی کنیم چند برابر پولی که در حد عرف بود رو بهش دادیم این پیشنهاد وسوس انگیز ما اون رو راضی کرد و ما موفق شدیم خونه رو گیر بیاریم سهیلا رو به بهونه اینکه قرار با مادرم ملاقات کنه به اون خونه بردم چون خونه‌ای که اجاره کرده بودیم طبقه اول بود سر و صدای زیادی به بیرون از خونه نمی رفت و همه چیز عالی برنامه ریزی شده بود به محض اینکه همراه دوست دخترم هم وارد خونه شدیم و توی پذیرایی نشستیم اون متوجه شد که اینجا نمی تونه خونه ما باشه کمی استرس برش داشت من فورا متوجه شدم که می ترسه برای اینکه نگرانیش رو برطرف کنم کنارش نشستم تا بهش نزدیکتر شم و باهاش صحبت کنم سعی کردم آرومش کنم اتفاقا جواب هم داد تا حد زیادی استرس رو ازش دور کردم و در همین بین شروع کردم به بوسیدنش اونم خودش رو به دست من سپرده بود و قرار بود همه چی رو طبق نقشه پیش ببریم در همین بین که ما در حال معاشقه بودیم دوستای من از اتاق بیرون اومدن و سعی کردن به اون نزدیک شد قرارمون این بود که صحنه سازی کنیم و من طوری نقش بازی کنم که انگار از چیزی اطلاع ندارم دوستان میخواستم بهش دست بزنن و من فیلم بازی میکردم که میخوام جلوی اونا رو بگیرم اما در نهایت طی نقشه ما اونا موفق شدن و کاری که نباید رو انجام دادیم این دختر خیلی استرس گرفته بود از شهرش استرس میبارید و مشخص بود که اصلا حال مساعدی نداره اما ما توجهی به وضعیت اون نداشتیم فقط میخواستیم به خواسته خودمون برسیم اون دوتا دوستم قرص خورده بودن و یکی هم به من دادن با وجود مصرف اون دیگه به هیچ وجه نمیتونستیم ازش بگذریم و ستایی رهنش کردیم و بعدش هم بهش تجاوز کردیم اون دختر در اثر همین رابطه ای که ما باهاش برقرار کرده بودیم تپش قلب گرفته بود ضربانش خیلی تند میزد از اونجایی که ما داشتیم سه نفری باهاش رابطه برقرار میکردیم ترسیده بود و اواخر رابطه که دیگه کارمون تموم شده بود فهمیدیم که یه گوشه افتاده و اصلا تکون نمیخوره اولش فکر کردیم که شاید از حال رفته و چند باری تکونش دادیم اما هیچ حرکتی نکرد وقتی نبزش رو گرفتیم متوجه شدم که خیلی ضعیف میزنه و ترسیدم برای اینکه اتفاقی براش نیفته هر کاری کردم ولی جواب نداد و اون در سر ایست قلبی اول به حالت اغما رفت و متاسفانه بعدش هم تموم کرد من میخواستم با ماشین خودم یا آمبولانس این دختر رو راهی بیمارستان کنم اما دوستام این اجازه رو به هم ندادن اونا میگفتن اگه پلیس متوجه ماجرا بشه کمترین حکمی که برای ما صادر میشه اعدامه و ما رو میکشن منم ترسیدم و سکوت کردم برای اینکه جسد رو سر کنیم اونو لایه یه پتو پیچیدیم و قصد داشتیم یه جایی دفنش کنیم که کسی پیداش نکنه میخواستیم این کار رو مخفیانه انجام بدیم ولی خب متاسفانه یکی از همسایه ها ما رو دید و تقیبمون کرد بعد از اینکه جسد اون دختر رو دفن کردیم متوجه حضور همسایهمون شدیم و قصد داشتیم کاری کنیم که دهنش رو ببنده و حرفی نزنه به همین خاطر ستایی کتکش زدیم میخواستیم فرار کنیم تا دست کسی بهمون همون نرسه از طرفی توی این مدت هم من خودم تمامی مدارک و شواهدی که علیه خودم و دوستان بود رو سعی کرده بودم پاک بکنم و میدونستم که چیزی رو جا نذاشتم اما متاسفانه این ما بین گیر افتادیم و نهایتا هم اینجا هستیم پلیس اظهارات این فرد رو یادداشت میکنه و بعد از اون با توجه به محلی که این فرد اعلام میکنه مامورا به همراه نیروهای آتش نشانی راهی اونجا میشن تا شاید بتونن جنازه این دختر رو پیدا بکنن منطقه ای که اعلام شده وسعت زیادی داشته اما پلیس نهایتا با کمک تیم های تخصصی خودش موفق میشه تا محل دفن جن جسد این دختر رو پیدا بکنه و همونجا به کمک نیروهای آتش نشانی جنازه رو از زیر خاک بیرون میکشن بعد هم جنازه توسط نیروهای امدادی به پزشکی قانونی منتقل میشه تا بررسی ها و آزمایش های پزشکی قانونی روی جنازه صورت بگیره کارشناسای پزشکی قانونی هم طی آزمایش ها بررسی های دقیقی که داشتن تایید میکنن که متاسفانه قبل از اینکه این دختر فوت بکنه به طرز فجیبش تجاوز شده بوده و از طرفی هم اون بر اثر ایست قلبی جون خودش رو از دست داده نیروهای آگاهی پرونده ی این سه متهم رو تکمیل میکنند و گزارش پزشکی قانونی رو هم دریافت میکنند و بعد هم پرونده رو به دادگاه میفرستند جلسه ی رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود در پرونده رو بررسی میکنه خانواده ی این دختر در حالی که توی دادگاه حاضر بودن و با همدیگه هم, هم دعوا میکردن توی دادگاه حاضر به گذشت نبودن و درخواست اشد مجازات رو داشتن پدر این دختر در حالی که ناراحت بوده از طرفی هم عصبی بوده و میگه که این سه تا نامرد با این کاری که با دخترش انجام دادن باعث شدن تا آبروی اونها بین فامیل و اقوامشون و روستاشون از بین بره و حالا نمیدونن اونجا چطور باید سرشون رو بلند بکنن قاضی پرونده اما در نهایت بعد از شنیدن اظهارات و اعترافات تکراری این سه متهم از اونجایی که خانواده مقتول به هیچ عنوان حاضر به گذشت و رضایت نبودن هر نفسای اونها رو با توجه به اعترافاتشون و مدارک و شواهدی که موجود بوده و گزارش پزشکی قانونی به اتهام قتل عمد و تجاوز به عنف به ادام محکوم میکنه عزیزایی دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای زنیه که تو کار خرید ویلا اتفاقات هولناکی براش میفته و این وسط سه نفر اون رو میگیرن و بلاهای بدی سرش میارن رو تماشا بفرمایید